با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه راهی زن، نظاره‌گر این برنامه هستید و مینو همتی هستم. در روز 21 ژانویه سالگرد فادیمه شاهیندال به عنوان یک روز اعتراضی علیه خشونت‌های ناموسی در سوئد شناخته میشه. فادیمه شاهیندال در یک تراژدی دردناک توسط پدرش و با همدستی افراد خانواده خودش با ضربه گلوله کشته شد. گناه او عشق در خارج از ارزش‌ها و معیارهای مذهبی، فرهنگی و بدون مجوز از بزرگان مرد خانواده بود. در همین ارتباط و به مناسبت 11 سالگرد مرگ فاطمه شاهیندال، گرد همایی در اعتراض به قتل‌های ناموسی و علیه مردسالاری در سراسر سوئد انجام شد که سازمان رهایی زن واحد گوتنبرگ گرد همایی داشت در میدان گستاو آدولف در شهر گوتنبرگ. توجه شما رو به گزارش تصویری از این گرد همایی جلب میکنم، با ما باشید. سالگرد فادیمه شاهیندال که به دست خانواده خود در اوپسالای سوئد کشته شد، امروز اینجا جمع شدیم برای اینکه یاد و خاطره فادیمه شاهیندال و کسان دیگه، زنان و دختران دیگه ای که به دست خانواده های خود فقط به دلایل ناموسی کشته میشن رو گرامی بداریم. Välkomna. Det här är föreningen JAP som minns Fadime och Pela och även iranska kvinnors frigörelse som hälsar er välkomna till en minnesstund för Fadime. Hedersvåld, ja, det är ett ord som en del inte ens accepterar. Men faktum är att det är inte detsamma som vanligt våld, om ni nu ursäktar det ordet. När det gäller hedersvåld så gäller det att du inte ens är trygg där du borde vara trygg. Du borde vara trygg i familjens sköte. Men det är du inte, utan du flyr ifrån familjen. Och då har du inte så mycket kvar. När det gäller Fadime så skulle hon ha fyllt 37 år idag. Och tyvärr så är ju inte Fadime ensam. Det är Pela, det är Marina, det är många flickor och även unga män som har blivit mördade utav sina närmaste.